تصور کنید فردی جلوی چشم شما از خواب بیدار شود و شروع به قدم زدن کند و زمانی که شما با فرد صحبت می کنید صدای شما را نشنود و به شما هیچ واکنشی نشان ندهد. قطعاً این مسئله بسیار ترسناک خواهد بود و بسیاری از شما با شنیدن این جملات یاد فیلم‌های ترسناک می افتید. اما باید بدانید که در دنیای واقعی هم این اتفاقات رخ می دهد و نشانه ای از نوعی بیماری و اختلال است. در این برنامه به بررسی کامل و دقیق این اختلال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. خوابگردی یا راه رفتن هنگام خواب که با نام سومنابولیسم شناخته می شود رفتاری است که به نظر می رسد شما در طی شب از خواب بیدار می شوید، راه می روید و یا حتی ممکن است فعالیت انجام دهید. اما بعد از آنکه بیدار شدید هیچ خاطره ای از راه رفتن خود و کارهایی که کرده اید نخواهید داشت. زمانی که فرد دچار خوابگردی می شود می تواند بین 5 الی 15 دقیقه طول بکشد. لازم به ذکر است که خوابگردی در کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر و شایع‌تر است و معمولاً حوادثی در پی ندارد. برای همین است که معمولاً نیاز به درمان نیست. خوابگردی در بزرگسالان ممکن است با علائمی مانند گیجی و سردرگمی همراه باشد که منشأ این خوابگردی ممکن است از دیگر بیماری‌ها و یا اختلالات خواب باشد. نکته قابل توجه برای افرادی که در هنگام خواب راه می روند حفظ و نگهداری آنها در برابر صدمات و حوادثی است که ممکن است در هنگام راه رفتن برایشان پیش بیاید. حدود 4% بزرگسالان دچار خوابگردی هستند که می تواند باعث گیجی، تیرگی ذهن، حمله های ناشی از بیخوابی و صدماتی که هنگام راه رفتن برای این افراد پیش می آید باشد. به طور معمول خوابگردی در اوایل شب یعنی 1-2 ساعت بعد از خوابیدن اتفاق می افتد و حتی ممکن است افراد در هنگام چرت زدن هم خوابگردی کنند. خوابگردی در مردان شایع‌تر است و همچنین در کودکان برای سنین 4-8 سال بیشترین شیوع را دارد. موارد زیادی می توانند منجر به خوابگردی شوند. این موارد می تواند مربوط به مصرف داروهای خاص، بیخوابی و بدخوابی، استرس و اضطراب و همچنین عدم رعایت بهداشت خواب باشد. بعضی از افراد ممکن است با چشمان باز راه بروند و حتی غذا خوردن هم شامل این رفتارها می شود. حتی ممکن است فرد اعمال غیر عادی مانند تخلیه ادرار را در هنگام خواب انجام دهد. رفتارهایی مانند صحبت کردن در هنگام خواب، خیره شدن به یک نقطه، سخت بیدار شدن، عدم برقراری ارتباط با اطرافیان و پاسخ ندادن به محرک‌های بیرونی و صحبت‌های دیگران. عواملی که می‌تواند در خوابگردی نقش داشته باشد عبارت است از فشار عصبی، کمبود خواب، بیخوابی، خستگی، اخلال در برنامه خواب، بیماری یا تب، استرس و اضطراب، استفاده از داروهای خاص، خوابیدن با مثانه پر، مصرف مواد اعتیادآور و الکل، مبتلا بودن به بیماری رفلکس معده، سندروم پاهای بیقرار، استفاده از داروهای خاص مانند داروهای خواب‌آور، آرام بخش یا بعضی از داروهایی که برای درمان اختلالات روان پزشکی استفاده می شود. اختلالات تنفسی مانند آپنه انسدادی خواب. همچنین داشتن محیط خواب پر سر و صدا یا نامناسب. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخرین برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.